آزاد باید خودی قلمکش باشد، خودی ژورنالیست، خودی ادیب باید آزاد باشد، باطنان آزاد باشد. باور کنید من امروز اینا دیدنم میتونم آزادی بیان با پرگی دیده باشد، نه این گونه دیدن نیست. آزادی بیان اندیشه برای شخصی با تربیت، یک شخصی با تمکین دیگر است و یک شخصی که تا اندازه هرزه سرا است و کوشش میکند. این تو در تمام دنیا هست، مطبوعاتی زرد میگن، مطبوعاتی مثلا خوب کوچگی میگن، بولوار نه پرسا به زبان روسی میگن، اون دیگر است. البته این آزادی باید با منفیت انامین ملت باشد، با منفیت انامون سرزمین باشد، با منفیت انامون سول و ثبات باشد. مطبوعات میتواند پورا آزاد باشد، لیکن این معنای آن را ندارد که مطبوعات آزاد و دموکراتی در آن فرض کردیم ترغیب و جنگ، زوراوری، بی‌نظامی باشد. یعنی که این معنای آزاد بودن در چارچوب این معینه که آزادی من نسبت آزادی یک شخص دیگر، یعنی که من آزاد گفته ما نت باید آزاد خود رو همه خیلی آزاد کنیم که به یک شخص دیگر که ضرر نکنیم یا که آزادی شخص دیگر پایمال نکنیم، این است آزادی. مطبوعات امروزه آزاد بودن میتواند با آن شرطی که مساله ها طوری گذاشته شوند که نسیخ سوزد و نکباب و هم لال به دست آید و هم یار نرنجد. من فکر میکنم که آزادی کل، آزادی پورا، این آزادی در چارچوبه قانونگذاری است. به اندیشه من البته مطبوعات باید پورا آزاد باشد. 100% آزاد بودن نمیتواند، چون که خواه مطبوعات دولتی باشد، خواه مطبوعات جمعیتی باشد و از مؤسس خود وابسته است و خواه نخواه غایه ها، مقصد ها، هدف های مؤسس خود را ترغیب میکند و این آزادی نسبتاً است. اما آزادی نسبی گفتن این هرگز معنای آن ندارد که آزادی باید محدود کرده شود. آزاد بودن مطبوعات معنای آن را دارد که ما باید سیاست و وظیفه های دایره های معین را در عمل تطبیق نماییم و تشویق نماییم. بنابر همین هم آزاد بودن مطبوعات نسبی است و تمام رسانه های اطلاعاتی البته تابع این یا آن سازمان، این یا آن فیرما، این یا آن دولت، این یا آن دایره های معین سیاسی می باشد. مطبوعات اگر پر آزاد باشد و چیزی مثلا بد در جامعه نباشد، حجت به زندگی کردن نمی شود، چون که همه یک رنگ می شود. آزادی سخن این نیست که هر چیزی که به زبان بیاید گفته شود، بیان کرده شود. سخن هم سازنده است هم سوزنده، سخن هم زنده می کند هم می کشد. برای همین اون برادرای ما، خواهرای ما که امروز با مطبوعات سر کار دارن، از پشت این سخن نان می خورن، باید یک کار کنن که آتش نزنن، برعکس بسازن.